در واکنش به اقدام حکومت ایران در زمینه توقیف یک کشتی آمریکایی که حامل محموله‌های نفتی یک شرکت آمریکایی به نام شورن بود، دولت آمریکا اعلام کرد که این اقدام حکومت ایران را محکوم می‌کنه و خواهان این شد که هر چه سریع‌تر این کشتی توسط حکومت ایران آزاد بشه. ماتیو میلر در کنفرانس مطبوعاتی که اینجا برگزار شد در وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد اقدامات ایران مخل نظم فعلی در شرایط خاورمیانه است و اساساً گفته شده که به طور مشخص ایران پیش از این هم چند مورد از کشتی‌های تجاری رو در منطقه توقیف کرده و آسیب‌های زیادی به دیگر کشتی‌های تجاری هم وارد کرده. اساساً این خبر برمی‌گرده به خبری که روز چهارشنبه منتشر شد، اینکه یک دادگاه در تهران، دادگاه حقوق بین‌المللی تهران، اساساً حکم توقیف این کشتی و محموله‌های این کشتی رو صادر کرده و به تبع این حکم قرار است محموله‌های نفتی این کشتی در سواحل عمان تخلیه بشه که تخمین زده شده ارزش این محموله‌ها بالغ بر 50 میلیون دلار هست. در ادامه بخشی از واکنش ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را نسبت به این خبر ببینیم. بنا به گزارش‌های تازه، قوه قضاییه ایران یک نفتکش آمریکایی را به ارزش 50 میلیون دلار توقیف می‌کند در اقدامی تلافی جویانه به تحریم داروها. واکنش شما به این خبر چیست؟ دولت ایران باید بلافاصله نفتکش ادوانتیج اسفیت را که توقیف کرده آزاد کند. ایران در سالهای اخیر به صورت غیرقانونی تعدادی از شناورهای تجاری در حال عبور از خلیج فارس را توقیف کرده. ادامه مزاحمت ایران برای کشتیها و نقص حقوق و آزادیهای ناوری در آبراههای حیاتی این منطقه تهدیدی برای امنیت دریانوردی، ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی محسوب می شود. با استدلال حکومت ایران و حکمی که توسط این دادگاه منتشر شده، این هست که این توقیف به دلیل تحریم‌های گسترده‌ای صورت می‌گیرد توسط آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی بر صنعت دارو و واردات دارو در ایران صورت گرفته و گفته شده به دلیل عدم فروش دارو توسط یک شرکت سوئدی به بیماران پروانه‌ای در داخل ایران، اموال این کشتی توقیف میشن. اما در واکنش به این اظهارات هم مشخصاً در همین کنفرانس مطبوعاتی ماتیو میلر اعلام کرد که هیچ کدام یک از تحریم‌های آمریکا مشمول مواد دارویی و مواد غذایی نمیشه و تاکید کرد اساساً نه اینکه تنها استثنایی برای ایران باشه، اساساً قانون تحریم‌های ایالات متحده آمریکا این اجازه را برای تحریم‌ها در زمینه واردات و صادرات دارو و مواد اولیه غذا نخواهد داد. با این حال پیش از این هم خبرهای مشابهی وجود داشت مبتنی بر اینکه در واقع نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بودند که دولت آمریکا بیش از 5 کشتی تجاری را در منطقه و در سواحل عمان توقیف کرده و گفته میشه حتی شمار زیادی از این خدمه ها در ایران در حال گروگان به سر میبرند.